سلام، به ویدیو من خوش اومدید. من میثم خادمپور هستم و با یکی دیگه از آموزش‌های پریمیر در خدمت شما. تو این ویدیو می‌خوام بریم سراغ نرم‌افزار پریمیر و یک پروژکت جدید داخلش باز بکنیم. نکات فنی و ریزی وجود داره که می‌خوام اینا رو بهتون بگم. حتما این ویدیو رو تا آخر همراه من باشید. زمانی که تو نرم‌افزار پریمیر میخواید یک ادیتی انجام بدید یا همون ویدیوتون رو مونتاژ بکنید، ادیت بکنید، حتما چیزی باید داشته باشیم به اسم پروژکت. حالا پروژکت چی هست؟ پروژکت دقیقاً فایلی هستش یا فضایی هستش که تمام کارهای شما داخل اون ذخیره میشه. یعنی اگه میخواید ویدیوتون رو کات بکنید، صدا وارد بکنید، صداشو حذف بکنید و همه اینها داخل چیزی به اسم پروژکت هست. و اگه بخوام مثال بزنم براتون که خیلی براتون بازتر بشه این قضیه، فرض کنید که میخوایم نقاشی بکنیم و خب طبیعتاً وقتی میخوایم نقاشی بکنیم نیاز داریم به این که یک بوم نقاشی داشته باشیم یا یک کاغذ سفید داشته باشیم. بعد ابزارها در اختیار ما هستش و ما کارهامون رو داخلش انجام میدیم، یعنی نقاشیمون رو داخل اون بوم نقاشی رسم میکنیم. تو نرم‌افزار پریمیر پروژکت دقیقاً مثل همون بوم نقاشی هستش و اگه نباشه ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. اما برای ساختن پروژکت یه سری نکات ریز و فنی وجود داره که الان بهش میرسیم، با هم بررسی میکنیم. این نکات میتونه یک پروژکت خیلی تمیزتر و حرفه‌ای‌تر برای ما داشته باشه. بریم سراغ نرم‌افزار پریمیر داخل لپتاپ من و با هم ببینیم. همونطور که میبینید الان این صفحه ویلکام هستش، یعنی صفحه‌ای که شما وقتی پریمیر رو باز میکنید این صفحه برای شما میاد. حالا من چون هیچ فایلی از قبل باز نکردم اینجا تو قسمت هیستوری چیزی برای من نمیاره، ممکنه برای شما متفاوت باشه. اینجا یک سری فایل ها برای شما بیاره، یعنی کارهایی که قبلا انجام دادید، ریسنت هستش که اینجا نمیاره برای من. دو تا گزینه داریم اینجا، یک گزینه مربوط به نیو پروژکت هستش، یک گزینه مربوط به اوپن پروژکت هستش که خب تکلیفش کاملا مشخصه. اوپن برای پروژه هایی هستش که قبلا کار کردیم و میخوایم بازش بکنیم، اما نیو مربوط به این میشه که شما میخواید یک پروژه جدید تو نرم‌افزار پریمیر تعریف. خب من روی آیکونش کلیک میکنم، یک صفحه دیگه برای من باز میشه به اسم نیو پروژکت. اولین گزینه کاملا مشخص هستش، میگه که اسم بهم بده، حالا هر اسمی میتونید بذارید و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اسم مرتبط با پروژهتون رو بذارید که خیلی راحت تر بتونید پیداش بکنید. خیلی دوستان آن تایتل میذارن، البته خودم بعضی وقتا این کارو انجام میدم، ولی خب ترجیحاً بهتره که یک اسمی داشته باشیم که حالا ما براش اسمی تعریف میکنیم، مثلا میذارم میثم که دیگه اشتباه نباشه. و در قسمت بعدی چیزی هست به اسم لوکیشن که شما میتونید جایگاه ساختن اون پروژکت رو براش مشخص بکنید که هر جایی تو کامپیوترتون میتونه باشه. روی دکمه بروزر اگه بزنید یه پنجره برای شما باز میشه، میگه که کجا اینو ذخیره بکنم. حالا لپتاپ من اپل هستش و مکینتاش به صورت پیشورز داخل داکیومنت این کارو انجام میده که من میتونم حالا یک آدرس دیگه هم بهش بدم، مثلا میتونم داخل دسکتاپ براش مشخص کنم و بگم که این پروژکت رو داخل دسکتاپ برای من درست کن. توی بخش پایین چند تا قسمت وجود داره، یه بخشی هست به اسم جنرال، اسکرچ دیسک و که خب ما در مورد این صحبتی نخواهیم داشت، برای پروژه هایی هستش که به صورت شبکه اجرا میشه، یعنی چند نفر میخوان با هم در ارتباط باشن و یک سری کارها رو انجام بدن. در قسمت اسکرچ دیسک هم شما میتونید برای پریمیر مشخص بکنید که فایل هایی که حالا شما وارد میکنید تو نرم‌افزار پریمیر، این فایل ها اون قسمت کششون یا اون قسمت حالا خودش میگه پت ها، یعنی مسیرهایی هستن که دسترسی اون فایل ها از نظر کش براش تعریف میشه که به صورت دیفالت خودش مشخص کرده. چجوری مشخص کرده؟ بر مبنای همون لوکیشنی که تو این قسمت بالا براش مشخص کردیم. بهتون پیشنهاد میکنم اگه سیستمتون هاردش حالا فضای مناسبی نداره اینا رو تغییر بدید، مگر نه بذارید همه اطلاعات و همه مسیرها برای پیدا کردن تصویر، آدیو یا مثلا حالا ترک ها، ویدیو ها تو یک مسیر باشند و همین دیفالتی که خود پریمیر برای شما مشخص میکنه بر مبنای همون باشه. اما تو قسمت جنرال گزینه اول که از همه مهمتر هستش، قسمتی هستش که شما ویدیو رندرینگتون رو باید مشخص بکنید که حالا نوشته براتون ویدیو رندرینگ اند پلی بک. یه قسمتی هست به اسم رندر که یه کرکره داره، کرکرش رو باز بکنید. چند تا آیتم هست، به صورت معمول باید دو تا آیتم داشته باشیم، یه آیتم مربوط به
کارت گرافیکی هستش، یعنی استفاده کردن از کارت گرافیکی، و یه آیتم مربوط به این هستش که به صورت سافتور یعنی نرم افزاری رندر رو انجام بده. خب اگه کامپیوتر ما کارت گرافیکی داره، ما حتما باید آیکون مرکوری پلی بک انجین جی پی یو رو باید داشته باشیم اگه کارت گرافیکی داشته باشیم. اگه نداشته باشیم احتمال داره که بیاد یه گزینه دیگه برای شما بیاره. الان توی لپتاپ من اینو گورده. خب من چون لپتاپم کارت گرافیکیش اصلا مناسب پریمیر نیستش، من یک پریمیر ورژن بالا هم هستش، دو تا گزینه برای من آورده، یه دونه جی پی یو به صورت متال هستش، یه دونه هم جی پی یو به صورت اوپن سی ال هستش که ممکنه شما اوپن سی ال هم داشته باشید. به هر حال اگه این دوتا رو داشتید من بهتون پیشنهاد میکنم بذارید رو حالت متال، ولی به صورت استاندارد شما باید حتما انجین جی پی یو رو داشته باشید و همینطور انجین سافتور. ببینید الان من کلیک کردم که شما ببینید. پس انجین سافتور و انجین جی پی یو رو توی استانداردها خواهیم داشت و میبینید. اگه کارت گرافیکی دارید بهتون پیشنهاد میکنم بذارید رو حالت جی پی یو که حتما رندرینگ پریمیر بر مبنای کارت گرافیک شما باشه. اگه این اتفاق نیفته یه ویدیو 10 دقیقه‌ای یا یه ویدیو اصلا 5 دقیقه‌ای رو میبینید که نزدیک به 4-5 ساعت به شما تایم میده برای رندر گرفتن، که خب این حالا هم مربوط به رندر هست هم مربوط به پلی بک هستش، یعنی شما وقتی میخواید ویدیوتون رو ببینید اون ویدیویی که میخواد به شما نمایش بده تو قسمت حالا پریویو خود نرم افزار پریمیر، اونم از این سیستم داره استفاده میکنه، یعنی از رندرینگ داره استفاده میکنه. که خب اینجا حالا من جی پی یو رو براش مشخص کردم. در قسمت بعدی بخشی هست به اسم ویدیو که دیسپلی فرمت هستش. دیسپلی فرمت همون قسمت تایملاین ما هستش که نمایش ویدیوی ما بر مبنای چه مقیاسی باشه، حالا میتونیم بگیم استاندارد، بر مبنای چه استانداردی باشه، بر مبنای تایم به ما نشون بده یا بر مبنای فریم نشون بده به ما، که اینجا باز گزینه‌های مختلف داریم. قسمتی داریم مربوط میشه به فریم 16 میلیمتر و 35 میلیمتر که برای سینمای آنالوگ هستش، فعلا با این کاری نداریم، ولی دو تا گزینه تایم کد و فریمز این وسط وجود داره که فریم بر مبنای فریم عددها رو به شما نشون میده، یعنی مثلا وقتی تایملاینتون رو میبرید جلو مثلا میگه که این 10 فریمه، این 20 فریمه، ولی تو قسمت تایم کد میگه که خب اینجا الان 10 دقیقه شد، اینجا شد 15 دقیقه، اینجا شد مثلا 5 دقیقه، اینجوری به شما دیسپلی فرمت رو نشون میده. در قسمت بعدی که مربوط به آدیو هستش که اینجا پیشنهاد همون چیزی هستش که به صورت دیفالت داخل خود پریمیر مشخص، یعنی رو همون گزینه آدیو بذارید باشه. تو قسمت کپچر که الان اصلا دیگه استفاده نمیشه ازش، مربوط به این هستش که شما ویدیوهایی که میخواید داخل پریمیر وارد بکنید آیا دیجیتال هستن یا آنالوگ هستن. خب به هر حال یه سری ویدیوها هستن که روی فیلم‌های مغناطیسی ذخیره شدن و اونا رو میخوان بیارن حالا وارد پریمیر بکنن با دستگاه‌های مختلف، حالا دستگاهی که وجود داره کپچر میکنن، یعنی از یک فیلم مغناطیسی تبدیل میشه به دیجیتال و میاد داخل پریمیر و ما باید اینجا براش مشخص بکنیم که الان دیگه این اتفاق نمیفته و همه فیلم ها دیجیتالی هستش و الان هم میبینید که یه دونه گزینه بیشتر نداره، روی همون HDV باید باش و نیازی نیستش که ما اصلا تغییرش بدیم. حالا اگه کپچر بهش اضافه شده بود، یعنی دستگاه بهش اضافه شده بود، پریمیر خودش متوجه میشه. تو قسمت کالر منیجمنت اینجا شما میتونید مشخص بکنید که HDR گرافیکتون بر مبنای وایت سفید چی هستش، که من بهتون پیشنهاد میکنم بالاترین حد رو در نظر بگیره. یه جورایی شبیه کالر اسپیس هستش اما یه خود متفاوته. توی مباحث بعدی سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت بکنم، چون رنگ پریمیر رو واقعا خیلی خوب میتونم اطلاعات خوبی در اختیارتون بذارم، اما پیشنهادم اینه که رو همون گزینه 300 یعنی 81% HLG رو داشته باشید که بهترین حالت هستش. اما یه تیک این پایین هستش که الان برای من روشنه و خب شما میتونید اینو خاموش کنید، یعنی به صورت دیفالت این خاموش هستش که براش مشخص میکنه، میگه دیسپلی دی پروژکت آیتم هاش بر مبنای لیبل رنگ باشه یا نباشه و اینو میتونید از الان براش مشخص بکنید. جای دیگه هم میتونیم اینو تعریف بکنیم که به صورت پیش‌فرض خاموشه و باش کاری نداریم. تنظیمات دیگه وجود نداره توی نیو پروژکت و من اگر رو دکمه اوکی کلیک بکنم کلاً نرم افزار پریمیر قسمت ورک اسپیس رو برام میچینه، ورک اسپیسی که تو ویدیو بعدی در موردش صحبت خواهم کرد و دیگه از اینجا به بعد میتونم کارامو
انجام بدم. و این پروژکت به همون اسمی که من گفته بودم به صورت پیش‌فرض حالا ذخیره شده و من میتونم سیف های مختلفم ازش بگیرم. این نکاتی بود که در رابطه با ساختن پروژکت بود. اولین قدمی که شما توی نرم‌افزار پریمیر برمی‌دارید و هر کاری که می‌خواید انجام بدید، یک پروژه جدید تعریف می‌کنید یا همون پروژکت جدید تعریف می‌کنید. این موارد رو اگه دقت بکنید بهش، حتما میتونید پروژکت خیلی حرفه‌ای‌تری داشته باشید. سعی می‌کنم باز بیشتر صحبت بکنم. تو شرایط‌های مختلف مجبوریم پروژکت‌هامون رو یه خود تغییر بدیم. در آینده بهتون میگم. و نکته دیگه این نیستش. این یک مرحله اول و یک قدم اول هست برای شما. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. مثل همیشه گرنک و بیشیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.